انگلیس مبارزه میکنه دیگه، او اصلاح طلب اصلاح طلب بود، دعوای چپ و راست و اصولگرا مشورگرا نیست، الان دعوای ایرانی بودن هست با انیرانی بودن، ایرانی انیرانی. حالا اتفاق بسیار مهم و جالب زیبای دیگه که گفته پریروز چی بود؟ در شهر سبزه، در شهر سبزه، در شهر سبزوار، حمیدرضای خوشتیپ و نازنینی پیدا شد که در دفاع از زن، فیلمش هم هست، من دیگه فیلمش هم هست که این فیلم خیابون کوچه گرفته، یک دختری رو دو تا از این حزب الله یا دو تا از این آمرین به معروف و ناهیان منکر اذیت میکنن و میگیرنش که فشارش بدن مچارش بکنن، یا پا راستم میاد حمید رضا میاد جلو، میاد جلو و با دو تا درگیر میشه و میزننش از پشت خنجر، اینا که مادرش شرح خوب میده. حالا مادرشو مطلبشو کی پخش کرده؟ یه سردار سپاه. کی پخش کرده؟ یک وزیر. و کی گفته این شهید اونا حزب الله اراذل رو باشن؟ همین بابا. ما اینا بهشون جایزه نمیخوایم بدیم، پست و منصب نمیدیم، تعریف ازش نمی کنیم، به موقعش هم اینا محاکمه میشن، ولی این کارا اینا این شکاف و سرنگونی نظام رو نزدیکتر میکنه، زیرا که به زن آزادی میده، به دختر ما آزادی میده که اینها نترسن دیگه، و شما هم نترسید بزنید اینا اراذل رو باشن. خود یارو سرداره داره میگه، یارو خودش سرداره داره میگه، زرقامی خودش از پایبران نظام میگه هر کی مزاحم زن و دختر بعد وجود اراذل رو باشه، و تو بقالی چقالی را میره تو خیابونی هر چی هستی بگیر اینا رو کتک بزن. ببینید مادرش چی میگه؟ میگه بایی که از پشت چاقوش میزدن، ولی این از دختر مردم بخواه. راه منو ببینید، بچم رفت، بچم خیلی ساده رفت، چاقو چاقو کردن، زدم به قلبش، زدم به پشتش، ولی باز میزد، باز دفاع میکرد، از دختر مردم دفاع میکرد. کجاست اون دختر که ببینه من چی میکشم، من چی میکشم، خدای من. حالا اینا این حزب الله فاسد، همونجور که گفت زرقامی گفت اینا اراذل او باشن دیگه، از این بعد یادتون نره امر به معروف نهی از منکر نداریم، خودش هم گفت اینا اراذل او باشن، ها آمرینه با این خاله سیسکا ها بودید در چک به سر ها این گوساله هایی که این عبار بندازن این خاله سیسکه هم میشن و سیسک سیاه میشن، حقوق بگیرا فاحشه های شب کوچه گردان روز با این تلفن هم دستشون دید، من تلفن میکنم بزنید اینا رو کوچکشون بزنید، رژیم خودش بخشی از رژیم داره میگه اینا اراذل و اوباش هستن. بعد ببینید که واقعا هم اراذل و اوباشن، چون اینا هم مسلمان نیستن، اینا هم مثل همون مسجد درخشان ایمون ندارن. نگاه کنید تو پس کوچه رفتن مزاحمت هاشون رو برای مردم ایجاد کردن، حالا دارن با دختر لاس میزنن، کوساله ها عشقوازی ها بلد نیستن با دختر، نمیدونم زن من چجوری اینا یارو رو میگه اینجوری ممالش، آخه این هم شد عشقبازی؟ یعنی اینها اینقدر گوسالن که نه در رخت خواب و نه در کوچه و خیابون بلد نیستن چجور مهرورزی کنن، بگیرن تو بغل بوس بکن همجور میمالش، چون دست میزنه به یارو کار شما عجب حرم زاده، یعنی اینن بابا. به خاطر همین هم هست که اکثر اینا زناشون از اینا جدا میشن، زناشون میرن کار دیگه میکنن، جای دیگه میرن زنها اینا، چرا؟ چون زن خودش بلد نیست شب با چجوری بخوابه. یک آماری رو گروه روانشناس به من دادن چند سال پیش، اومدن شانزلیزه، سه نفر بودن، هر سه تا هم روانشناس بود، من دیدم آدای فرهیخته‌ای هستن، دعوتشون کردم زور نهار نشستیم با هم خوردیم اون رستوران شانزلیزه، حالا خراب شده الان 66 شانزلیزه ما، خیلی خرابش کردن، یک چیز قشنگی میشه تا 6 7 ماه دیگه که بعد بیو تماشا کنید کلش 66 شانزلیزه. خلاص اون موقع یک رستورانی وسط داشتیم بالا رفتیم باجی نشستیم روز غذا می‌خوردیم، بعد اینا برای من یک نکته مهمی رو گفتن، گفتن سیاوش اوستا اکثر این
زنای اینا که از اینا جدا میشن یا میرن اصلا لزبیان میشن، الان خیلی زیاد شدن بچه ها لزبیان، الان در دنیا الان همین هم سردمدار یک سری موارد زیاد شدن میشن، طلاق میگیرن، هی میرن تا اولین کسی که به اینا چشمک میزنی میرن از شوهرشون رو ول میکنن و میرن. گفت میدونی این علتش چیه؟ گفت اکثریت اینا، رقم داد یادم رفته، 75% گفت، 85% گفت، گفت اینا هم به خاطر اینکه یار شوهره بلد نیست چجوری زنش شب ارضا کنه، خودش که ارضا میشه پشتش به زن شما دیگه میخوابه. آخه زنه بابا باید نیرو بذاری، وقت بذاری، عشقبازی کنی، زنته، تو کار خودتی کردی رفتی گوساله. یعنی این میخوام امروز اینو بهتون بدم که حتی در این زمینه هم اینا هم گوسالن. حالا اگه تو هم که منو داری گوش میکنی خانمت هم اینجوری هستی، تو هم گوساله ای ها، یعنی بلد نیستید. شما باید همون چی که وقت میذاره زن بیرون کار میکنه، رئیس، مهندس، دکتر و فلانه، بعد تو خونه ویکند که میشه میگه عزیزم برات غذا میخوام بپزم، وقت میذاره غذای خوشمزه خوب 4 ساعت 5 ساعت وقت میذاره بعد یه غذا میپزه، وقت تو شب نیم ساعت یک ساعت نمیتونی وقت بذاری اون وظیفه دیگه تو که داری انجام بدی؟ خب نمیدین، هیچ کدومتون نمیدین، بلد نیستین، نظر اصلا بلد نیستین، انجام نداده کار خوابید. خب زن هم برای همینه که اصلا دیگه از مرد متنفر میشن، تا اینجاش که خوبه متنفر شدن، چون دختر جوان میذارن سرویستون میکنن. این دخترای جوان ایرانی ببین چه شجاعتی، ببین این خانم مهندسه، این خانم بیزنس داره، کار داره، چند میلیون میزنه در هفته، میگه من اومدم در 30 سالگی آش میفروشم که ببینم یه زمانی ورشکست شدم. ببین این جالبه، اینجا من با خانومی آشنا شدم که آش میفروشم، خانوم سهروت، خیلی دوست داشتم بدونم که حرفه اصلیت اینه؟ نه. چیکار میکنی؟ من مهندس معماری هستم و تشریفات عروسی انجام میدم، برند خودم هم دارم. چقدر عالی. این چالش 30 سالگیمه. چالشه؟ آره. گفتم که اگه یه روزی تو زندگیم به صفر مطلق برسم، میتونم از صفر شروع کنم، یعنی هیچی نداشته باشم، هیچ کسی رو توی اون شهر نشناسم، میتونم یه کاری رو شروع کنم، کاری که تا حالا انجام نداده باشم. این کار با 200,000 تومان شروع کردم و الان روز ششممه. الان روزی؟ روز ششممه. ششمت. چقدر عالی. سوپ من واقعا خیلی دوست داشتم از اینکه این چالش رو برای خود انتخاب کردی و چقدر غذای خوشمزه‌ای. واقعا. فقط یه چیز دیگه هم بگم، یکی از دلایلی که من خیلی کارا میتونستم انجام بدم، یکی از دلایلی که دستفروشی رو انتخاب کردم اینه که تو شهرم تابوشکنی کنم، هیچ دختر بوشهری تو بوشه دستفروشی نمیکنم. چقدر عالی. واقعا لذت بود. مرسی. دیگه از هیچ نمیترسن، جلو شیخ و ملا و گوساله و علنگ و تو گاری بشینن بلن عشقشونو میکنن، حالشونو میکنن. بریش این پوفیوزهای تازی حرامزادهای روسی انگلیسی در ایران هم میکندن دیگه. الان هم بخش بزرگی، من خرسندم که هر چی رو ما گفتیم عملی شده، الان بخش وسیع از نیروهای قدرت در ایران با این دختر ما هست. حالا اگر به خاطر داشته باشید، من همواره گفتم که در داخل نظام نیروهایی ما داریم، نیروهایی میهن‌پرست، آزاده، آریایی. این رو یاسمین پهلوی، پرنسس یاسمین که با پرنس رضا رفته بود ایتالیا، خیلی واضح و خوب میگه. میگه که یک تلویزیون ایتالیا می‌خواسته با اینا مصاحبه کنه، قبلش که میاد با ایشون صحبت می‌کنه، میگه ما ایران بودیم، رفته بودیم با این سران و اینا صحبت کنیم، وقتی با اینا صحبت می‌کردیم اینا همه‌شون
شهریاری رو برای ایران دوست داشتن و شهریار رو می‌خواستن، می‌خواستن که شوهرتو برگرد. برای تلویزیون ملی ایتالیا یه برنامه مثل اینکه خیلی محبوبه که همه تماشاچی زیاد دارن، این پورتا پورتا به ایتالیایی با ما مصاحبه کردن که خب جالب بود. ولی قبلش یکی از کارمندای اونجا آمد با ما سلام علیک کرد و به ما گفتش که ایران مثل اینکه جدیدن ایران بوده و بر ما تعریف کرد که در وزارت خارجه ایران که رفته بود ملاقات کنه با یه دی، اونجا خیلی ها بهش گفته بودن که از این پاسداران و اینا بهش گفته بودن چقدر علاقه مندن به بازگشت همسر من و چقدر با اینکه تو کار هستن امیدشون اینه که همه چیز عوض بشه و اینا هم بتونن از این راهی که توش هستن بیان بیرون. و خودش گفتش که خیلی خوبه که همسر من همیشه میگه که این ریزش از حکومت پیش بیاد و یه جوری کسایی که خب نه که اونایی که واقعا آدم کشتن که خب نابسته حتما دادگاه برای کاری که کردن باشه، ولی کسایی که بالاخره توی پوزیسیونای پایین تری هستن اونا بتونن از این موقعیت بیان بیرون و با مردم همراهی کنن. و این آقا با اینکه خودشون ایتالیایی بود و روزنامه‌گار بود و اصلا با ما هیچ آشنایی به اون صورت نداشت، اینه که میگه من از 30 سال خبر دارم آخونده بچه های درجه یکشون میومدن گفتم میخوام بریم رضا پهلوی رو ببینیم. حسین خمینی که اومد رفتی، نوه خمینی اومد پاریس، یا پسر دو سه تا پسر دیگه آیت الله ها. بعد تماس ها الان سپاه، شما فکر نکنید که سپاه پاسداران ایران تحریمشون بکنن خوبه، چون اقتصاد از اینا گرفته بشه رژیم فلج میشه، بلاف ملت اینا رو. ولی انحلال سپاه مد نظر نیست، برای همینی که شاهزاده رضا پهلوی، پرنس رضا مگر اینو گفته و حتی اطرافیانش میگن حرف درستیه. ما 600 هزار تا میگن ولی 500 هزار تا پرسنل این تشکیلات هن، 500 هزار تا که هستن هر کدوم 4-5 نفر خرج میدن میشه 2-3 میلیون آدم. 2-3 میلیون آدم نمیشه که یک شبه بیکار کرد. ما نیومدیم که آمریکایی‌ها 50 تا کارت منتشر کردن، ما 5000 تا کارت. 5000 نفر میگن مجازات میشن، بقیه نوکر ملت ایران میشن. نیروی نظامی ما لازم داریم. وقتی که در زمان آریامهر نیز ساواک منحل شد، ایران نابود شد. قدرت بایستی باشه، ما با قدرت مخالفتی نداریم، قدرت بایستی ایرانی باشه، ان ایرانی نباشه. از این پس یادتون نره اینها دیگه ثابت شد، دیگه ما نگفتیم، ما نمیگیم، دیگه خود رژیم داره میگه بخشش کردن، جدا شده، کنده شده. میگن که اینها ان ایرانی هستن، روسی هستن، انگلیسی هستن، خودشون دارن میگن دیگه، ما نمیگیم، خودشون دارن میگن. آخونداشون هم تازه میگن، ما آخوندایی هم داریم که عمام سفید، عمام سیاه هم شاید پیدا بشه کم کم، بعد باید اینا عماماشون رو وردارن، بعد باید بیان کارگری کنن، بعد باید روحانیت کلن نابود بشه، هر نشانی که از تازیان در ایران هست باید نابود بشه. و از این بعد اونها هستن، این هم یاد بگیرید، هر روزم میگم من، هر روزم شما تکرار کنید، اونها هستند که بایستی تازیان مهاجم اشغالگری که حمله کردن و بعدم صاحب خونه شدن، اونها باید به عقاید ما احترام بگذارن. عقاید ما نیکی در پندار، گفتار و کردار هست، راستیست، درستیست، اهورا مزداست، یعنی اون پروردگار ما دانا و تواناست، فیلسوف برخواسته از میان مردم، برانگیخته میشه فیلسوف از میان مردم که خرد رو بده به